توی این قسمت میخواییم که بخش دوم انواع داده توی تایپ اسکریپت رو با هم کامل بکنیم. مهرانم از چنل یوتیوب سیلیسیوم. اگه چنل یوتیوب هم رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید که کلی محتوای آموزشی رو از دست ندید و اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کنید. میرم به تکست ادیتورم. جلسه قبل که بهتون انواع داده ای رو گفتم یک موضوعی رو هم مطرح کردم. برای مثال شما یک متغیر دارید تحت عنوان MSG و نوع داده ایش رو میدید string و یک مقداری رو هم بهش اطلاق میکنید مثل مهران و بعد حالا اینجا میگید console.log و همون مسیج رو اینجا چاپ میکنید. یه بار خروجی میگیرم و میبینیم که خب همون عبارت رو چاپ میکنه. همچنین بهتون گفتم که اگر بخواید MSG رو بعداً مقدار دهی دوباره بکنید میتونید دوباره مقادیر string رو بهش بدید. مثلا اینجا میکنمش تعریف و دوباره کار میکنه. اما اگه میخواستید مقادیر عددی بهش بدید مثلا 5 یعنی نوع داده ایش رو عوض کنید به ارور میخوردید همونطور که اینجا میبینید. ما چطور میتونیم به یک متغیر چند نوع داده ای رو بدیم؟ یعنی بگیم که هم مثلا string براش مجاز باشه و هم number. کار خیلی ساده است. اینجا میام یک علامت pipe به این شکل قرار میدیم و اون نوع داده دیگر رو اینجا مینویسیم. حالا اگه من این کد رو اجرا کنم میبینم که برام به خوبی اجرا میشه. اگه اینجا بنویسم type of و ازش بخوام که نوع داده ای رو بهم بگه میگه که number هست. اگر این کد رو کامنت کنم و دوباره تایپ آف بگم چون اینجا یک رشته قرار گرفته بهم میگه که رشته است. یعنی من مجاز کردم که این متغیر بتونه انواع داده string یا number رو داشته باشه. میتونستم نوع داده دیگه ای هم بدیم؟ آره میشد. مثلا بولین رو هم اینجا اضافه کنم و به جای این بار که حالا مثلا عدد داده بودیم این بار بگیم مثلا یک مقدار بولین رو بگیر و برامون چاپ کنه. دوباره میبینی که کار میکنه اون بولین رو برامون چاپ کرد. دقیقا از همین روش توی آرایه ها هم میشه استفاده کرد. یعنی مثلا ما یک آرایه داشتیم تحت عنوان مثلا student. اینجا من بنویسم حالا string یه دونه آرایه گذاشتم، یعنی یک آرایه که اعضاش string هستن و خب یه دونه آرایه اینجا نویسم و اسمشو میذارم حالا student هم مهرانه. اگر میخواستم اینجا اعدادی رو اضافه کنم مثلا نمرات یه دونه دانشجو هست مثلا اینجا قرار میدم به این صورت. مشکلی که اینجا پیش میاد حالا اگه بخوام student رو چاپ کنم اینه که ما فقط گفتیم که ایندکس ها میتونن string باشن. اگه بخوایم انواع داده دیگه ای باشه اینو میندازم توی پارانتز دوباره علامت pipe به این شکل اینجا قرار میدم و مثلا number رو هم اینجا مینویسم که بتونه این آرایمون انواع داده string و عدد رو داشته باشه. فرض کنید اینجا هم حالا میخوام یه دونه بولین بذارم که بگم آیا این دانش آموز مثلا قبول شده یا نه. برای اینکه بتونه بولین رو هم قبول کنه اینجا دوباره بولین رو به این شکل مینویسم و برامون کار میکنه. خب این پس یک نکته بود که خواستم این جلسه بهتون بگم. حالا بریم انواع داده دیگر رو هم بررسی کنیم. اولین نوع داده ایمون unknown هست که اینجا حالا یک متغیر تحت عنوان my unknown به این صورت اینجا قرار میدم و نوع دادهش رو میذارم همون unknown و حالا میتونیم اینجا تعریفش بکنیم یا تعریف نکنیم. بیاییم پایین تر یک مقداری رو بهش بدیم مثلا همین اسم سیلیسیوم به این صورت و بعد بیام بگم که حالا بیا برام چاپ کن. دوباره میگم console.log my unknown. خب unknown کجا کاربرد داره؟ وقتی که ما میخوایم یک مقداری رو از یه جایی مثل یک یوزر یا یک API بگیریم اما نوع داده ایش رو نمیدونیم و خب چون این نوع داده ای رو نمیدونیم از پیش نمیتونیم بگیم که string باشه مثلا integer باشه boolean باشه یا هرچی. ما میایم متغیر رو تعریف میکنیم. حالا اینجا میتونستیم مستقیما هم مقدار دهش کنیم هرچی که میخواستیم به این شکل یا اینکه حالا بیایم متغیر رو تعریف بکنیم بعداً هم میتونیم مقدار دهش بکنیم و برامون بیاد اون متغیر رو چاپ کنه. حالا این همینجا بمونه. ما یک نوع داده دیگه هم داریم خیلی شبیه به اینه ولی خب تفاوتهایی رو داره تحت عنوان any. بذارید حالا اون رو هم تعریف کنیم و فرق any رو با آن نوع بگیم. یک متغیر تعریف کنم تحت عنوان my any نوع داده رو میذارم any و دوباره میگم مثلا my any برابر باشه با
مثلا اسم خودم مهران یا یک عدد یا هر چی که میخواید. و اینجا میخوام بگم که مای انی رو چاپ کنه و خب به درستی این کارم قطعا انجام خواهد شد که بله میبینید اینجا نوشت برامون. فرق انی و آن نوئن چیه؟ انی رو جایی استفاده میکنیم که یک داده ای رو از یک برنامه دیگه، از یک لایبری دیگه، مخصوصا لایبری که به زبان تایپ اسکریپت نوشته نشده باشه، مثلا به زبان جاوا اسکریپت. خب توی جاوا اسکریپت ما انواع داده ای نداریم و نمیتونیم مشخص کنیم که نوع داده اون داده چیه. اونجا میایم از انی استفاده میکنیم. خب اون وقت فرق آن نوئن و انی چیه؟ توی آن نوئن هم گفتیم که مثلا وقتی بخوایم از یک API داده ای رو بگیریم میایم ازش استفاده میکنیم. فرقشون در اینه که آن نوئن به شما اجازه نمیده که بتونید از متدهای یک نوع داده ای استفاده کنید. مثلا من همین مای آن نوئن رو دارم و برای رشته ما یک متد داریم تحت عنوان length. اگه من بیام این کد رو اجرا کنم به هم این دسترسی رو نخواهد داد که بتونم از متد length یه دونه رشته استفاده بکنم، چون این رو درست حالا اینجا ما یک مقدار رشته رو قرار دادیم ولی نوع داده ی آن نوئن به ما این اجازه رو نمیده. در حالی که اگر any رو اینجا بذاریم و بخوایم تعداد کاراکترهای مهران رو بدونیم به خوبی برامون اجرا میشه و اینجا خروجی رو بهمون میده. خب الان any بهتره یا آن نوئن بهتره؟ any مشکلی که داره اینه که تایپ سیفتی رو نداره. ما اصلا چرا اومدیم سمت تایپ اسکریپت؟ چون خواستیم که نوع داده ای رو مشخص کنیم، نه اینکه هر نوع داده ای که بخواد اینجا بتونه به صورت آزادانه قرار بگیره. آن نوع خوبیش در اینه که تایپ سیفتی رو برامون داره، یعنی اگر من بخوام از همین متد length استفاده کنم میتونم بیام اینجا یک پارانتز رو بذارم و این نوع داده ای آن نوع رو بگم که بیا مثل یک استرینگ باهاش رفتار بکن، چون من میدونم که length مال یک رشته است و خب وقتی من بخوام از یک همچین دستوری استفاده کنم که برای رشته هاست پس باید اینجا هم از string رو بنویسم، یعنی یک چیز کاملا ایمن و معتبر هست برام. ولی any رو کجا قرار میدیم؟ خب یک کتابخونه ای هست اومده یک کارایی رو توی جاوا اسکریپت انجام داده، از همین length هم استفاده کرده، یا من باید نوع داده ای رو آن نوئن بذارم و دونه دونه بیام توی اون کتابخونه هر جا که از متدها و حالا دستورات یک رشته صحبت شده بود بیام خودم از استرینگش کنم، چون خب نمیخوام کارم رو زیادتر بکنم و برم اون کتابخونه رو دستکاری بکنم، میام از any استفاده میکنم که تایپ سیفتی نداره، اون خوبی هایی که اصلا به خاطرش اومدیم سمت تایپ اسکریپت رو نداره ولی در کل کارمون رو راه میندازه. خب پس فرق آن نوئن و انی در این شد که انی رو برای دادهایی که از یک کتابخونه خارج، از یک برنامه خارج یا یک کدی که به زبان تایپ اسکریپت نیست گرفتیم استفاده میکنیم، ولی آن نوئن رو برای هر داده‌ای که نوع دادهش رو ندانیم. و آن نوئن ارجحیت داره بر انی، یعنی تا جایی که بتونیم از آن نوئن استفاده میکنیم مگر از اینکه نتونیم ازش استفاده کنیم. نوع داده دیگه حالا بعد از اینو بخوام بهتون بگم، حالا من این console.log رو هم کامنت میکنم، نوع داده void هست که به این صورت هم نوشته میشه، ولی خب void جوری نیست که من بیام براش یه متغیر بنویسم، مثلا بنویسم my void بعد مثلا نوع داده رو به این صورت void بذارم. البته میشه تعریف کرد ولی این کارایی رو نداره. void برعکس any هست. خب any میاد میگه که یک نوع داده‌ای وجود داره، void میگه که نوع داده‌ای وجود نداره. و بیشتر تو کجا کاربرد داره؟ یک فانکشنی که چیزی رو بر نمیگردون، یعنی من یک فانکشن تعریف میکنم، مثلا میگم اسم فانکشن باشه say hello که میاد سلام میده و اینجا میگه همین console.log رو بیارم اینجا به این صورت، خب اینم پاک کنیم و میاد عبارت hello world رو برام به این صورت چاپ میکنه و خب say hello رو من اینجا فراخوانی میکنم به این صورت اجرا میکنم، say hello رو هم به هم میگه. خب این فانکشن چیزی رو برای من بر نمیگردونه. من توی فانکشن حالا جلسه بعد بهتون مفصل تر میگم میتونیم اون نوع داده‌ای که میخواد ریترن بشه را هم مشخص بکنیم. حالا چون اینجا چیزی مشخص نمیشه من میام و از void استفاده میکنم که هیچ فرقی هم نمیکنه در حالت کلی اجرای کدم. حالا باز ممکنه بگید که خب من این void رو اینجا نمینوشتم چی میشد مگه؟
خب قضیه اینه، اگر یک اشتباه برنامه نویسی رخ بده و به اشتباه بیاید یک مقداری رو بخواید برگردونید، اینجا گفتید که تابه هیچ مقداری رو بر نگردونه، اینجا به اشتباه حالا گفتید که عدد یک رو برگردونه. اگر ما همین کد رو اجرا کنیم میبینید که خب یک اروری رو به همون برمیگردونه که میگه نامبر قابل مثلا اساین کردن به void نیست و خب بیشتر void توی یه همچین جایی کاربرد داره. مثل همین void دو تا مقدار دیگه هم داریم که حالا null هستن و undefined که اونا رو هم توضیح بدم. اونا هم مثل void نمیایم توی یک متغیر ازشون استفاده کنیم. پس کاربردشون کجاست؟ مثلا من یک متغیر دارم تحت همین msg که میگم که string باشه و مثلا مقدارش هم بعدم بیام اینجا مشخص کنم که بگم مثلا باشم این عبارت سلیسیوم به این صورت و میام چاپش هم میکنم. خب گاهی وقتا ممکنه که اصلا نیاز نشه که من بخوام اینو یک مقدار دیگه هم براش بکنم، مثلا همین MSG که اینجا نوشتیم برابر با سلیسیوم باشه، شاید در طول اجرای برنامه من اینو اصلا مقدار دهی هم نکنم. برای اینکه به مشکل بر نخوریم اینجا دوباره از همین پایپ استفاده میکنیم و میگیم که مثلا نوع داده ای undefined هم بتونه برامون بگیره و خب توی برنامه اگر اینو ما تعریفش نکنیم و خب دوباره اینجا من ازش اجرا بگیرم به این مقدار undefined رو برمیگردونه، یا اینکه اصلا بگم مقدارش null باشه و طول برنامه ببینم که هیچ مقداری رو نگرفت مسیج برام و اینجا مقدار نال رو هم بهش بدم. یعنی به صورت کلی undefined و نال برای این مشخص میشن که ما بگیم هیچ مقداری وجود نداره. آخرین نوع داده ای هم که جدید معرفی شده توی تایپ اسکریپت never هست. never هم مثل نال، void یا همین undefined که حالا به این صورت هم نوشته میشه به تنهایی نمیاد برای یک متغیر تعریف بشه، بلکه never اونجایی تعریف میشه که یک مقداری یک کاری انجام نمیشه. فرض کنید یک فانکشنی دارم تحت عنوان my socket، یه دونه socket هست و خب اینجا من یه دونه حلقه while مینویسم. خب و حالا برای اینکه اون آزمایشمون درست باشه true رو مینویسم و این حلقه رو اینجا قرار میدم و میگم که بیاد حالا یک سری کارها رو برام انجام بده، یک مطلبی رو مثلا لاگ بگیر و هر چی که هست. احتمالاً تا اینجا متوجه شدید که این حلقه یک حلقه بی نهایت است، یعنی تموم نمیشه. پس ما چرا باید یه همچین چیزی رو بنویسیم؟ توی سوکت ما یه دونه حلقه همیشه باز میذاریم و میگیم که وقتی که درخواست اومد بیا یک کارایی رو برام انجام بده. حالا مثلا اینجا من به صورت نقطه نقطه مشخص کنم این کارا رو، به این صورت بیا یک کارایی رو برام انجام بده، دوباره برگرد حلقه رو باز بذار و منتظر بمون که یک درخواست دیگه برات بیاد و دوباره همین کار رو انجام بده. و خب یه سوکت بسته نمیشه مگر از اینکه خودمون تصمیم بگیریم که اونو قطعش کنیم و دیگه اجراش نکنیم. خب یه همچین فانکشنی من براش نمیتونم void بذارم چون منطقی هم نیست، اصلا این فانکشن تمومی نداره، قرار نیست که کاری رو برام انجام بده و تموم بشه. یه همچین جایی من از نوع never استفاده میکنم، یعنی میگم که این فانکشن قرار نیست که تموم بشه و به این صورت اینو مشخص میکنم و میتونم از نوع داده never هم استفاده کنم. انواع داده ای که توی این جلسه معرفی کردیم مثل همین void، never، بعد نال، undefined یه کمی با اون نوع داده هایی که جلسه قبل بررسی کرده بودیم متفاوت بودن، ولی توی یک پروژه واقعی استفاده ازشون خیلی مهمه. شما اگه برید کتاب خونه ها رو ببینید میبینی که افراد دارن ازشون استفاده میکنن و شما هم نیاز داشتید که حداقل با این موارد آشنایی داشته باشید. امیدوارم که از این جلسه خوشتون اومده باشه. اگه کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید که کلی محتوای آموزشی رو از دست ندید. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد حتما لایکش بکنید. معرفی کانال یوتیوبمون و حمایت هم فراموش نشه. تا آموزش‌های بعد فعلا.